متخلف ترین رئیس جمهور ایران شد بخوایم وضع کنیم میگه که آقای احمدی‌نژاد دیگه آقای مانی پادشاهی ما از در بیرون کردیم سال 57 از این مملکت بخواد از پنجره شاهکوچولوی دیگه برگردیم. این آدم ها وقتی به قدرت برسن دولت دموکرات تأسیس نمی کنن، دولت سلطانی تأسیس می کنن. کسی که قطعا به دو قطبی ها و به تخاصم با ارکان دیگر نظام دامن می زنه قطعا اون اصلا نیست. کار کشور به جایی رسیده که این جناحان همزیستی با هم نداره. این خیلی روشن. وقتی توان همزیستی با هم ندارن چه کار می کنن؟ سرمایه اجتماعی کشور تغییر می کنن، تجزیه می کنن کشور، عجبندی می کنن. این است که مقام معظم عبری برای چی جلوی آقای احمدی‌نژاد رو حضر توصیه می گیره؟ می گیره من صدا نمیدونم شما میگید تو انتقاد، چون به دو قطبی کاذب میانجامه. پس هر کسی دیگری اگر به این دو قطبی کاذب دامن بزنه او هم خلاف این مصلحت عمل کرده دیگه. از این دور تسلسل باطل چجوری میتونیم در بیاریم؟ دغدغه ما اکثرا اینه. حتی هواداران آقای روحانی هم دغدغه‌شون اینه دیگه. هواداران آقای روحانی هم دغدغه‌شون اینه که جریان مخالف چون دای چرا دولت نشده مثلا. ما دغدغه‌مون اینه که دولت چون لای چرخ حاکمیت به معنی کلام نشین نذاره. همه در یه تخاصم اینه. این راه برونگرد از این تخاصم چیه؟ برای ساماندهی اجزای بوروکراسی و دیوان‌سالاری در جمهوری اسلامی بن‌بست وجود نداره. درسته ما مکانیزمایی داریم که این مکانیزما عیب و نقصی درش هست، اما شما در آینده نچندان دور میتونید برید سراغ یک نظام پارلمانتاریستی. یعنی چی؟ یعنی پست ریاست جمهوری رو حذف کنید، پارلمان نخست وزیر یا رئیس جمهور رو انتخاب کنید. دو مرحله ای در بسیار کشورهای دموکراتیک دنیا هم همینطوره که پارلمان یا سنا میاد. این فرقش چیه با رأی مستقیم؟ فرقش اینه که شما اجازه نمیدید رئیس جمهور با عوام فریبی و از رهگذر سیاست‌های پوپولیستی بتونه رأی ملت رو بگیره. شما میاید انتخابات رو دو مرحله‌ای میکنید مثل مثلا مجلس خبرگان. منتها نه حالا با این سیستم، یعنی تقریبا ذهن نشه که خبرگان باید رئیس جمهور انتخاب کنه، ابدا این نیست. من فرماسیون رو دارم میگم. وقتی انتخابات دو مرحله‌ای بشه و مجلس باشه که نخست وزیر یا رئیس جمهور رو انتخاب بکنه، گردش قدرت از این شکل کنونیش در میاد. ما یک شکلی از پارلمانتاریزم رو تا سال 68 تجربه کردیم. اون شکل هم ناقص بود که امام اومد دستور اصلاحات تو قانون اساسی رو داد. ما هم باید اون نواقص رو رفع کنیم، هم باید نواقص کنونی رو رفع کنیم. رهبری راه رو برای پژوهشگران باز کردن که در مورد تغییر فرماسیون سیاسی از نظام ریاستی به نظام پارلمانتاریستی فکر کنن، مدل بدن. و حتی ایشون فرمودن که من هیچ اشکالی نمیبینم اگر به این مدل رسیدیم بیایم این مدل رو اجرا کنیم. چرا؟ رأی نخبگان اثرگذارتر بشه، رأی فرهیختگان اثرگذارتر بشه. فرصت این نباشه که شما در یک ماه بخواید بیاید برای سرنوشت 4 ساله کشور تصمیم بگیرید. قدرت مجلس بالاتر داره. شما مجلسی دارید که عملا الان ضمانت اجرا نداره، یعنی رئیس جمهور به راحتی برنامه توسعه رو ابلاغ نمیکنه، بعد مجلس مجبور ابلاغ. آقای احمدی‌نژاد چقدر تخلف داشت ابلاغ نمیکرد، رئیس مجلس ابلاغ میکرد. همین خب راه چیه؟ وقتی شما در نظام ریاستی هستید راه چیه؟ راه اینه که مجلس سوال کنه یا استیضاح کنه. هزینه‌اش تو نظام ریاستی بسیار بالاست، جامعه آمادگیشو نداره. ولی وقتی نظام پارلمانتاریستی بشه به راحتی هم نخست وزیر میتونه استیضاح بشه و عوض بشه و عوض شدن نخست وزیر هزینه های عوض شدن رئیس جمهور در نظام ریاستی رو نداره، هم فرایند ها عقلانی تر میشه، هم جامعه فرصت عمل بهتری پیدا میکنه و هم اصل مجلس نظارت بهتری میشه برش کرد تا جایی که مکانیزمایی میچینن که مجلس رو منحل میکنه. یعنی اگر مجلس نتوانه به توافق برسه و سر توزیع قدرت سیاسی، مجلس منحل میشه و دوباره رأی‌گیری زودهنگام انجام میشه در نظام پارلمانتاریستی. مجلس منحل میشه، مردم دوباره به یه مجلس رأی میدن که بتونه معادله قدرت رو بهتر شکل بده. این در بعضی از نظام‌ها جواب داده، برای همین هم رهبری فرمودن فکر کنید روی نظام پارلمانتاریستی. فرآیند عقلانی بشه، مشارکت جامعه بیشتر بشه و ضمانت اجرا وجود داشته باشه، نه اینکه مثلا مجلس قانونی تصویب کنه.
عنوان رئیس جمهور راحتی اجرا نکنه، هیچ جا نتونه یقه دو طرف رو بگیره. پدر جوابی میگه دیوان سالاری و نظام کارآمد تأسیس کنه، به صورت طبیعی ایدئولوژی خودمون رو ترویج کرد. این اختلافات از سطح ایدئولوژیک یا به سطح مدیریتی، ما باید بجنگیم سر مدل‌های مدیریتی. یعنی ببینیم برای اون عبد استراتژی های ما کدوم مدلی کارآمدتره و کدوم مدلی میتونه اونها رو بهتر احقاق کنه.